نزدیک چمن حضوری کابل، جاده‌ای که پیاده‌روهایش به محل فروش اموال خانه‌ها مبدل شده است. این مرد که دکاندار است، دار و ندار خانه‌اش را برای فروش به اینجا آورده است. مالونم خون پنیم ری دنیم نه، یو لکو سامانم پشل زره ورکه، یو یخچال اخیسته و 25 زره سل زره و 30 زره 15 زره خرڅیږي، توشه که ما اخیسته و 10 زره و سم 2.5 زره خرڅه کړی، ا ترمیزونو نمولی ده 15 سم خرڅ کړه. از قالین تا یخچال و تلویزیون و دیگر اموال خانه را که از برخی از آنها ظاهراً کمتر کار گرفته شدند در این بازار می توان دید. محمد آقا سرباز پیشین پلیس از 10 روز تا کنون با پهن کردن چادری در این جاده مشغول خرید و فروش این اموال است. او می گوید که یک ماه تنخواهش را نگرفته است و سرنوشت کار و زندگیش ناروشن است. به خاطر بیچارگی و ناچاری دیگه ماشا قطع شد بیا در یک ماه ما شما را بردن دیگه، از همون خاطر دیگه وظیفه را کردن نمیتونیم دیگه، چی کار کنیم؟ از همون خاطر به می کار آمدیم وقت خوی ای را دهی بای خریده نمیتونستیم به خاطر از اینکه قیمت بود اینا لده ایجا کم ذره خوب است، نرخواهش ارزان است، به خاطر از ایجا آمدیم می خرید. شماری از کسانی را نیز در اینجا می توان یافت که با فروش اموال خانه هایشان مشغول خرید و فروش اموال دیگران نیز هستند. خودم انجینر برق هستم، 17 سال تاثیر کردیم، بچه ما پانتون زمین شناسی را خلاص کرده، منتها نه ماش داریم، بیکار یعنی بیروزگار، کرای خانه داریم، پیسه خرج نداریم، اینجا مال خانه را آوردیم که بفروشیم، بالاخره یک بوجیارد یک نان بخوریم. پس از سقوط حکومت پیشین، روند عادی زندگی در کشور مختل شده است و هر روز شمار افرادی که میخواهند افغانستان را ترک کنند رو به افزایش است. افرادی که مهاجرت را همچون آخرین روزنه امید برای آیندهشان می‌بینند.